اما دومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز تا ساعتی دیگر در مسکو به ریاست جمهوری اسلامی ایران در کاخ کرملین آغاز می شود. دستور کار اجلاس در چند روز گذشته توسط وزرای نفت و کارشناسان کشورهای عضو آماده شده. آقای احمدی نژاد که حدود ساعت 11:30 به مسکو رسید، قرار است علاوه بر شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز با برخی سران نیز دیدار داشته باشد. اینجا مسکو و کرملین میزبان سران 13 کشور تولید کننده و صادر کننده ی گاز است. ایران، روسیه، ونزوئلا، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد توباگو و عمان اعضای این مجمع جهانی به شمار می روند و نروژ، عراق، هلند و ازبکستان اعضای ناظر آن هستند. دو سال یک بار تقریبا این اجلاس سران برگزار میشه و موضوعاتی که در مورد بازار جهانی گاز و موضوعات مرتبط با گاز در این اجلاس وزرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گاز یکی از انرژی های بسیار پاک، پر ارزش و بسیار انرژی خوبی است که مورد استفاده همه مردم دنیا قرار میگیره و هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان باید در یک محیطی در حقیقت با یک قیمت منصفانه ای هم تولید بشه و هم در اختیار مردم قرار بگیره. ما به عنوان جمهوری اسلامی به دنبال هستیم که قیمت واقعی و منصفانه گاز برای عرضه به جهان در واقع در این اجلاس مورد بررسی قرار بگیره. وزرا و کارشناسان کشورهای صادرکننده گاز دو روزی بود در مسکو بحث و تبادل نظر می‌کردند و سران این کشورها نیز عصر امروز برای نشستی دو روزه در کاخ کرملین به ریاست ایران دور هم می‌نشینند. مجمعی که قرار است امکان هماهنگی‌های بیشتر در بازار جهانی گاز را بررسی کند. 13 عضو این مجمع جهانی 70% از ذخایر گازی جهان و 85% از تجارت گاز مایع طبیعی را در اختیار دارند که ایران با بیش از 33 تریلیون متر مکعب ذخایر به قدرت اول مجمع کشورهای گازخیز جهان تبدیل شده است. مجمع با اقبال بسیار خوبی مواجه شده و نشونه اون افزایش تعداد اعضا هست که ما الان درخواست‌های زیادی داریم که صادرکنندگان مایلند به مجمع بپیوندند و آینده بسیار روشنی رو این مجمع خواهد داشت با افزایش تعداد اعضا. هم‌اکنون 70% ذخایر گاز جهان در بین اعضای مجمع قرار گرفته و این قدرتی است که روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و انشالله که مجمع بتونه نقش خودش رو در بازار گاز ایفا بکنه و خلایی رو که واقعا وجود داشت بین صادرکنندگان گاز که سازمانی داشته باشن و از منافعشون دفاع بکنن پر بکنه. در اجلاس وزرای کشورهای صادرکننده گاز در روزهای گذشته تصمیمات مهمی گرفته شد، از جمله تصویب میزبانی ایران برای دور بعدی اجلاس سران که این موضوع در اجلاس امروز به تایید نهایی میرسد. امسال رئیس اجلاس جی سی اف یا شرکت کشورهای صادرکننده گاز جمهوری اسلامی است، یعنی که انشالله در ماه نوامبر در جلسه اصلی وزرا در تهران تشکیل خواهد شد. تصویب شد خوشبختانه این بود که اجلاس سران بعدی در تهران باشه که در بیانیه در حقیقت وزرا به مجمع این رو تصویب کردن. انشاءالله در مجمع سران هم تصویب خواهد شد. بنابراین یک دستاوردی است برای جمهوری اسلامی که اجلاس بعدی سران که دو سال دیگه برگزار خواهد شد در تهران خواهد بود. حاشیه اجلاس مسکو هم متن‌های مهمی دارد و گفتگوها و دیدارهای دو جانبه برای گسترش همکاری‌ها و انجام توافقات گازی و نفتی انجام می‌شود. با کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت و گاز همیشه معمولا مسائلی رو داریم که با دو جلسات دو جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دیروز با کشور با وزیر نفت امارات در مورد موضوعات مختلفی که هم در اتحاد میادین مشترک موضوعاتی که داشتیم مذاکره شد. در مورد بحث حضور ایران در بلوک‌های اکتشافی بولیوی جلساتی داشتیم.